سلام بر وکس یوتیوب من به قسمت دیگه از کوکین وید ربکا خوش اومدین. امروز هستیم با یک دسر خیلی 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 راحت، قراره که با هم یک اپل پای درست کنیم که خیلی ساده، هر ساعتی بخواییم میتونیم 2 دقیقه این اپل پای رو درست کنیم. بریم ببینیم که چجوری درست میشه. خب بریم ببینیم که چه موادی واسه اپل پای احتیاج داریم. اولین چیزی که احتیاج داریم نون توسته، بسیار راحت. آرد سوخاری احتیاج داریم، این آرد ذرته، دل بخواهیه میتونین استفاده کنین، اگر نداشتین هم نیازی نیست استفاده کنید. یه دونه تخم مرغ احتیاج داریم، شکر قهوه‌ای میخوایم، دارچین، سیبو من خرد کردم به قطعات مربعی انقدر انقدر در آوردم، پوستش هم کندم، شیر، کره و اینا که میخوام بهتون بگم پودر خامه آماده است، اینم دل بخواهیه، یعنی یه حالت سس من میخوام در نظر بگیرم، اگه دوست دارین میتونین استفاده نکنین، همه مدلش هست دیگه. حالا اینجا واسه اینا مارک اینجاست، شما هر برندی پودر خامه هست. حالا اینم بهتون تازه تهیهشو میگم چجوری درست میشه. بریم ببینیم که این چجوری درست میشه. خب بریم واسه درست کردن اینا. اول از همه یه نکته بهتون بگم، وقتی که دور نونو بریدین نریزینش دور، چون از اینا هم میتونید استفاده بکنین. چجوری؟ حالا میگم چجوری از اینا میشه استفاده کرد. اینا رو مکعب مکعب میتونید خرد بکنید به این حالت، میبینید؟ به این حالت مکعب مکعب میتونید خرد بکنید و توی روغن زیتون و پودر سیر و نمک و فلفل سرخ کنید توی مایتابه و تو روی سالاد سزار، روی هر نوع سالادیتون میتونید بریزید و دیگه اینا هم حیف و میل نشه. این از این، پس ما اینو میذاریم کنار، بعدا مثل سالاد احتیاجش دارم. خب یه چیزی که راجع به این نونا که دورشو بردیم بهتون بگم، ما احتیاج به وردن داریم. از اونجایی که من وردن ندارم از یه شیشه باطل دارم استفاده میکنم. این نونا رو میذارم روی تخته، حالا شما وردنتون رو میگیرین دستتون و این نونا رو از اون حالت این که حالا یه ذره باد داره به قول معروف، قشنگ با همون وردنتون یا همین باطلتون اگه نداشتین شروع کنید که اینو قشنگ تخته تخته تخت بکنید. ببینید به این حالت، این کاغذ میشه، ببینید خیلی اینجوری میخوایم، قشنگ یه همچین چیزی میخوایم. بعد اینکه کار کردین با هر کدوم از نوناتون هم دوباره میبینید یه همچین زخامتی داره، ما اینو نازک میخوایم بکنیم که با همه نوناتون این کار بکنید و تمام. خب بچه ها، اول از همه یه مایتابه رو روی شعله متوسط روی گاز میذارید و باید اول کره رو اضافه کنید، بعد ما سیبا رو اضافه میکنیم، یعنی به کره اد میکنیم و بعدش دارچین، پودر ذرت و شکر قهوه‌ای رو اضافه میکنیم و بهتون نشون میدم که دقیقا بعد چه مرحله پیش بره و چقدر بمونه که ببینید که درست شده. بریم با هم ببینیم چجوری درست میشه. خب بچه ها، کره رو اضافه میکنیم، بعد از اینکه کره رو اضافه کردین نوبت سیبا مونه، سیبایی که مکعب مکعب خوردشون کردیم. تو این مرحله من باز هم کره اضافه میکنم و میذارم که قشنگ سیبامون یه ذره سرخ بشه. خب بهش یه 6-7 دقیقه زمان میدیم که قشنگ سیبای ذره سرخ بشن و بعد دیگه چیزایی که بهتون میگم و بعد اضافه بکنم. خب بعد از 3-4 دقیقه خودتون قشنگ حس میکنین که سیباتون یه ذره نرمتر شده، یه ذره اندازه ببینید 2-3 تا قاشق بهش آب اضافه میکنید، همینقدر کافیه، بیشتر اضافه نکنید. البته که تعداد نفراتتون بیشتر بود، خب 100% باید هم تعداد
شکراتون رو هر موادتون بیشتر بشه، هم اون آبی که بهتون گفتم باید بیشتر بریزین. و سعی کنیم که هر نفر اگه بخواید تعداد سیب رو حساب بکنیم، هر نفر یه دونه سیب کافیه به نظر من. سیب کوچیک نه بزرگ. بزرگ بود هر دو نفر یه سیب حساب بکنیم. خب تو این مرحله یک قاشق چای خوری آرد ذرت من اضافه میکنم که گفتم که دل بخواهیه. میتونید هم استفاده نکنید. من چون بکنم یه ذره کم اضافه کردم چون قشنگ قاشق چای خوری پر بد اضافه کنم. آرد ذرت همونو که اضافه کردیم، شکر قهوه‌ای رو میخواییم اضافه کنیم. حتما شکر قهوه‌ای رو نسبت به ذائقه‌تون که حالا شیرینی بیشتر دوست داریم یا دوست نداریم خیلی دسرتون شیرین باشه. من چون خودم شیرینی دوست دارم شکر اضافه میکنم. باشه یه دو قاشق چای خوری شکر اضافه میکنم. چه میذارم شکره آب بشه با حرارت. حرارت هم الان موقع کم کردنشه. حرارت رو که کمترین حالتش قرار بدید. این مرحله برای این که شکرامو قشنگ بیشتر حالت مربایی طور بگیره، ما باز هم دو سه قاشق آب اضافه میکنیم و هم میزنیم. میبینید چقدر حالت مربایی داره میگیره؟ خب قشنگ میذاریم حالت مربایشو بگیره، یه ذره دیگه سرخ بشه و بعد از این که قشنگ اون حالت رو گرفت بهش دارچین میخواییم اضافه کنیم. خب الان نوبت دارچینه. دارچین هم نسبت به ذائقتون اضافه کنید. من خودم نصف قاشق چای خوری میخوام اضافه کنم. چون موادم زیادتره بیشتر اضافه کردم، شد همون یه دونه قاشق چای خوری. وای به به چه بود دارچینی بلند شد. دیگه خودتون درست میکنید میفهمید چی دارم میگم. الان اگر باز هم خواستین حالت مربایی تر بگیره، له تر بشه، بازم میتونید آب اضافه کنید، هیچ مشکلی نداره. یه دو سه دقیقه دیگه کارش تمومه. Cooking with Rebecca. خب بچه ها اون همون سیبست که درست کردیم، من میخوام یه ذره بهش اسانس وانیل اضافه بکنم که البته خب شما میتونید پودر وانیل هم اضافه بکنید، فرقی نمی کنی. یا پودر یا اسانس وانیل اضافه میکنیم. کار بعدی که میخواییم بکنیم این نونا رو که قشنگ با وردن قشنگ مثل کاغذ نازکش کردیم، یه ذره از این موادمون که حالت مربایی شده میذاریم لاش و حالا بهتون میگم که باید چی کار بکنید دیگه. باید با چنگالینو ببندینش و باید بذارینش توی تخمه مرغ و پودر سوخاری و بعد دوباره سرخش بکنید. بچه ها من یه خیلی کم میخوام وانیل اضافه کنم. ببینید همینقدر، بیشتر از این تلخ میکنم که یه ذره مزه وانیلم بگیره. این خیلی خوب میشه. وانیلم اضافه کردیم، مثلا بوی وانیل بلند شد. خب بریم واسه کار بعدیمون. کار بعدی که میخوام بکنم، یه دونه تخم مرغ رو توی ظرف بشکنید و میکسش کنید. احتیاج داریم بهش. ما ببینید اینو قشنگ نازک نازک باید باشه. حتی اگه دیدید نازکتر نیست، باز با بردنتون اینو نازکتر کنید. یه ذره از این مواد رو ببینید، یه ذره از این مواد رو ما اینجا میریزیم. مواد رو که ریختیم به این حالت، چنگالمون رو برمیداریم، به تخم مرغ میزنیم. ببینید یک، به این حالت ما در میاریم. همشون اینجوری کنید. ببینید اینا به چه حالتی در میاد؟ خیلی ساده است، میبینید؟ بعد ما اینا رو دقیقا به تخم مرغ آغشته میکنیم، بعد توی پودر سوخاری میزنیم. به همین راحتی و شکنجه بودن.
تمام. خب بچه ها یه ذره به تابه روغن اضافه میکنیم و بعد اون نون توستایی که قشنگ خوابوندیم توی تخم مرغ توی پودر سوخاری رو، یعنی اینا رو بعد سرخشون بکنیم. توی تابه درجه هم روی متوسط باشه. توی روغنتون خب حتما یه ذره هم حالا یه نمه ببینید اینقدر هم کره اضافه کنید توی روغنتون که طعم خوبی میگیره. میذاریم یه ذره روغن داغ بشه. خب بعدش که روغن قشنگ داغ شد همه اینا رو هم از رو هم از پشت سرخ میکنید طلایی قشنگ بشه و بعد باز هم برمیگردیم میبینیم که چیکار میکنیم. پای ما آماده شده. الان میخوام برای حالا سسش این دل بخواهیه هم میتونید شکلات کنارش قرار بدین، هم میتونید عسل کنارش قرار بدین، هم میتونید مربا بذارید کنارش، هم میتونید پودر خامه آماده بگیرید و درست کنید کنارش بذارید مثل من و دیگه اینو دل بخواهیه. واقعا نوتلا میتونید کنارش بذارید و با چای میل کنید. و کاری که الان میخوام بکنم این پودرای خامه، من این ستا رو آوردم بهتون نشون بدم که چقدر تنوع داره. پودر خامه شکلاتی داریم، طعم توت فرنگی داریم، ولی من الان میخوام از طعم وانیلش استفاده بکنم. یکیشو برمیدارم و نمیخوام کلش هم توی ظرف بریزم چون یه ذره پودر خامه میخوام برای دسرم. یه ذره پودر خامه رو تو ظرف می‌ریزم، توشم یک ذره شیر اضافه می‌کنم. میکسش که بکنید، یعنی ظرف یک دقیقه میکس کردن خامه تو قشنگ فرم می‌گیره و عین یک خامه خیلی بامزه میشه. و کار دیگه هم که می‌خوام بکنم روی این اپل پایمون می‌خوام دارچین اضافه بکنم. یه ذره حالت پودر می‌خوام بریزم روش به این حالت. نوستی براتون بریزم. همین کافیه. و الان هم بریم خامه رو درست کنیم و دیگه آماده است. خب این همون پودر خامه است. من یه ذره اضافه میکنم، خیلی نمیخوام کلش رو نمیریزم، نگرم دارم واسه بعدن کیک میخوام درست کنم. و یه ذره هم شیر اضافه میکنم، همین مقدار بسه. و با چنگال شروع میکنم هم زدن. خب اینو شروع میکنم میکس کردن. اینو باید خیلی میکس کنید، یه دقیقه میکس کنید که خودشو میگیره سریع. خب بچه این همون خامه است که بهتون گفتم، خامه آماده است که فقط با شیره، شیر میریزید خامتون آماده میشه، هم میزنید آماده میشه. حالا من میخوام یه رنگ غذا میخوام اضافه کنم به خامم که خامم رنگش صورتی بشه. یه دو سه قطره اضافه میکنم و رنگ غذاست، هیچ چیز عجیبی نیست. توی برنجتون همه چیتون میتونید اضافه کنید، خیلی بانمکه واسه مهمون دارید و اینا، چیز باحالیه. اینم توی این اضافه میکنم و دسرم هم آماده است به همین راحتی. البته این خب خامه و عسل و شکلات و اینا همه میدونید دل بخواهیه، خیلی ذائقه یه دیگه، یکی دوست نداره اصلا کنارش خامه بخوره. من همه چیو اضافه کردم که بدونید. اینم از این. آماده شده. یاسی رو داریم که تست بره واسه همون. خسته نباشی، چقدر خوشگل شده و چقدر بوی خوبی داره. خیلی به نظرم باحاله چون من تا حالا امتحانش نکرده بودم. بعد اپل مثلا اپل پایو همیشه مثلا پای سیب و پای همیشه توی قالبه و اصلا چیز راحتی نیست. این یه چیزیه که خیلی راحت بتونی بدون فر سری درست. آره اصلا بدون قاشق معمولا مثلا نمیشه که خورد. چایی هم برات ریستم. خیلی بامزه.
به نظرم اگه زرم توی تخم مرغ و شیر بخوابونن، یعنی پودر سوخاری نزنم، اونم با آره چیز فرنش توست. آره دقیقاً، با اینکه پودر سوخاری خیلی خوشمزش کرده، ولی آره اینم میشه خیلی باله. بعد کلا یه طعم عجیب و جدید داره که من توی مثلا طعم دسرایی که تنها خورده بودم نداشت، چون هم حالت سوخاریه هم اون حالت پای سیبه رو داره. خیلی من با مزهش حال کردم، خیلی به نظرم خوشمزه است و خامه هم خیلی باش باحال میشه. خیلی چون من موقعی که خودم از گذر از اون مواد وسطش تست کردم فکر کنم خیلی شیرینه، ولی الان میبینی با نون توست که ترکیب شده اصلا شیرین شیرینیش خیلی به اندازه است واقعا. اصلا دل تازه من میزنه. دو تا قاشق قشنگ پر شکر قهوه‌ای زدم. راضی بودی؟ آره راضی بود. من خیلی دوست داشتم، باحال بود، از هم خیلی ساده بود. منم درست میکنم خودم حتما واقعا. خب برابکس اینم از اپل پای خیلی راحت و واقعا 10 دقیقه‌ای. یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید، یادتون نره کامنت انگلیسی بذارین. تا کوکینگ ویدیو های بعدی، بدرود.